سلام، بنیامین صدر هستم. در این فرداگرام همراه شما نگاهی میکنیم به موضوعات انتخاب شده و مهم شبکه های اجتماعی در این هفته. سفره کوچکتری داشته باشن، با سختی زندگی کنن، این درسته، این مهم نیست به نظر من، این اول نیست. آمریکا، جمهوری اسلامی، تغییر حکومت یا مذاکره، نظر کاربران درباره سفره هایی که کوچک شده است. محمد علی نجفی و داستان یک همسرکشی در شبکه‌های اجتماعی. دیدی بیاد بالا، دست راست دست غیرتی عبد فضل، دست چپ صورت اون ملائین من. مداحی پرحاشیه در سیمای جمهوری اسلامی، نگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی به حتاکی یک مداح. در ادامه این فردگرام خوانندگانی که در فضای مجازی نباید دیده شوند. درست یکی دو روز بعد از اینکه حسن روحانی در جمع نمایندگان رسانه‌ها گفت کوچک شدن سفره مردم مهم نیست و مهم اینه که دشمن بدون مردم دست از نظام بر نمی‌دارند، دونالد ترامپ هم در ژاپن گفت که ایالات متحده دنبال تغییر رفتار حکومت ایران و نه دنبال تغییر رژیم و اینکه ایران با همین حاکمان هم میتونه کشوری بزرگ باشه به تعبیر آقای ترامپ. ایران این فرصت را دارد که با همین رهبری هم کشور بزرگی شود. ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. من واقعا معتقدم که ایران علاقمند به گفتگوست و اگر آنها بخواهند مذاکره کنند ما هم خواستار آن هستیم. خواهیم دید چه پیش می آید، اما می دانم که نخست وزیر آبه رابطه نزدیکی با حکومت ایران دارد. این حرف‌های رئیسان جمهوری ایران و آمریکا خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی با واکنش کاربران روبرو شد و خیلی از کاربران با هشتگ قدرت ملت، قدرت تعیین کننده در جامعه رو اراده جمعی مردم ایران دونستن. مثلا رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران، در توییتر خودش نوشت تنها قدرت تعیین کننده در جامعه قدرت ملت و هیچ دولتی دلش به حال ملت ایران نسوخته و نمیسوزه و هرگز نمیتونه سرنوشت ایران رو بر خلاف خواست ملت تعیین کنه. درباره حرف‌های حسن روحانی، سینا نوری‌خانی در توییتر درباره انتقادهای آقای روحانی و حامیان او از مواضع و سخنان محمود احمدی نژاد نوشت روحانی با این حرف‌ها تقریباً به تمام اونچه که از احمدی نژاد خورده می‌گرفت عمل کرد. جالب نیست؟ پانتا رسولی اما در فیسبوک خودش با لحنی کنایه‌آمیز درباره صحبت‌های اخیر حسن روحانی نوشت سفره‌های مردم کوچک بشه و سختی بکشن مهم نیست، مهم اینه که ما حاکمشون باشیم و زندگی و سرنوشتشون دست ما باشه. کاربری به نام انوش در توییتر و درباره تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا هم نوشت نه جنگ میشه و نه رژیم عوض میشه، این حکومت برای بقای خودش به همه چی تن میده، چراغ سبز رو نشون دادن و این مهم نیست که چقدر سفره‌های مردم کوچک شده، آمریکا فهمیده ما ملت مقاومتیم. سعید قاسمی نژاد اما در اینستاگرام خودش درباره سخنان اخیر دونالد ترامپ در ژاپن نوشت برانداختن جمهوری اسلامی کار براندازان ایرانیه نه ترامپ. دولت ترامپ برای براندازها یک فرصت به این معنی که فشاری که آمریکا بر جمهوری اسلامی میاره ساختار رو ضعیف و مستعد فروپاشی میکنه و براندازها باید به فشارهای ترامپ به خامنه‌ای صرفاً به چشم یک ابزار نگاه کنند. سیامک قاسمی هم در اینستاگرام خودش و در کنار تصویری از رئیس جمهوری ایالات متحده در ژاپن نوشت فارغ از این که سیاست نجنگ و نسل به نفع ایران یا آمریکا و این فضای تعلیق و فشار و تحریم چه سرنوشتی رو برای ایران و ایرانی به همراه داره، این جمله مهم ترامپ در ژاپن که گفت ایران با همین حاکمان هم میتونه کشور بزرگی باشه بیانگر اینه که سیاست جهان اختزاعات و منافع نه آرمان‌ها. سارا دماوندان، روزنامه‌نگار اجتماعی، درباره تأثیر کوچک شدن سفره مردم بر وضعیت سلامت اونها به موضوع افزایش جمعیت زیر خط فقر اشاره می‌کنه. مدرسه شورای اسلامی اعلام کرده که 55 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند
و 24 استان کشور امنیت غذایی ندارند. همزمان با کوچک شدن سفره‌ها به دلیل عدم تأمین بودجه کافی برای خرید مواد غذایی، وزارت بهداشت و درمان نسبت به افزایش بیماری فشار خون هشدار داده و علتش رو مواد غذایی با کیفیت بسیار پایین و کم ارزش عنوان کرده. اون چیزی که آمار گفته میشه، در حال حاضر 5.5% جمعیت ایران مشکل سوء تغذیه دارن، حدود 3.7% کودکان از مشکل کم وزنی رنج میبرن و درصد کوتاهی قد کودکان کمتر از 5 سال نیز به 7.2% رسیده. ما در کنار این بیماران را هم با مشکلات خرید و تهیه دارو هم داریم. بسیاری از بیمارانی که از داروهای خاص استفاده می کنند به دلیل همین نوسانات بازار ارز و کم ارزش شدن پول ایران برای تهیه داروهاشون دچار مشکل هستند. بسیاری از داروهایی که حتی در ایران هم تهیه میشه، ساخت مواد اولیه‌اش باید از خارج از کشور وارد ایران بشه. در نتیجه این نوسانات ارز بسیار روی قیمت این داروها تأثیر گذاشته و بیماران قلبی، بیمارانی که دارای بیماری MS هستند، افرادی که از بیماری سرطان رنج میبرن یا باید داروهای خاص استفاده کنن، بسیار این نوسانات بازار ارز و تورم روی سلامتشون تأثیر منفی گذاشته. روز سه‌شنبه خبر یک قتل به سرعت در فضای رسانه‌ای ایران و شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. محمد علی نجفی از چهره‌های شاخص اصلاح طلب در ایران که پیشینه وزارت و شهرداری رو هم در جمهوری اسلامی و در کارنامه خودش داره، همسر دومش میترا استاد رو به دلیل اونچه که به صدا و سیمای جمهوری اسلامی اختلاف عنوان کرد، با شلیک چند گلوله به قتل رسوند. حدود فکر کنم 9:30 بود، رفتن حمام، گوشی تلفن منم با خودشون بردن که به قول خودشون من به کسی زنگ نزنم. همون که عرض کردم ایشون ترسید، خودشو به سمت من انداخت. دیگه من چون دستم متصل رو ماشه بود، اصلا هم مسلح بود، بالشو روی زامن قرار میگیره، میتونه چطور علل اصول افراد مسلحی که اسلحه سازمانی دارن معمولا رو زامن قرار میدن. قطعا پس شما این اسلحه رو از زامن خارج کردید و هم قبل این ماجرا قطعا اینا خارجش کردین و بالشتو بردین تو. خب این نشان دهنده اینه که شما انگاری با قصد شلیک رفتین داخل. اشتباه هم این بود که من اسلحه رو مسلح کرد. بعد از انتشار این خبر بود که خیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به این موضوع و ماجرای قتل واکنش‌های متفاوتی نشون دادن. اما از نکات جالب ماجرا نحوه حضور محمد علی نجفی در اداره آگاهی و حضور آرام او وقت مصاحبه تلویزیونی و احوال پرسی با ماموران آگاهی بود که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد. درباره این اقدام شهردار پیشین تهران، مریم پاپی در توییتر خودش به سابقه وزارت او اشاره کرد و نوشت همه سمت‌های نجفی به کنار، او 10 سال وزیر آموزش و پرورش بود. سلامت روان یک روزه به دست نمیاد یا از دست نمیره. با تصور اینکه سلامت روان وزیری که برای بچه‌های ایران تصمیم گیری می‌کنه زیر سوال باشه، جامعه ایران چه جای خوفناکیه. حسن فکرت هم در فیسبوک خودش نوشت محمد علی نجفی سالها در رده‌های بالای حکومتی مناصب مختلفی رو اشغال کرده بود. وقوع چنین قتل‌های بیانگر راز نهفته‌ایه که شاید افشای اون پرده از ابهامات سر به مهر بسیاری از روابط ناسالم مقام‌های بالای حکومت برداره. پژمان موسوی اما در اینستاگرام خودش با ارجاع به سریال پرمخاطب بازی تاج و تخت نوشت قصه نجفی شبیه قصه دنیرس در گیم آف ترونزه. همونقدر که نابودی شهر و سوزاندن مردمان از دنیرس عجیب و باور نکردنی بود، قتل یک انسان از سوی نجفی هم غیر قابل باور بود. فشار آدمها رو ترسناک میکنه. نعیمه دوستدار اما در توییترش از زاویه دیگه‌ای به این ماجرا نگاه کرد و با اشاره به خونسردی آقای نجفی در برابر دوربین‌های تلویزیونی نوشت از تمام این ماجراها بوی زن‌ستیزی میاد. مردی برآمده از نظامی که قوانینش اجازه میده زنی رو محدور الدم اعلام کنه. کاربری به نام علیرضا هم توییت کرد میترا استاد قرار بود با برخی رسانه‌ها مصاحبه کنه و یک سری اسرار رو بگه. این اسرار چی بودن که شخصی مثل نجفی که وزیر و شهردار تهران بوده حاضر میشه قاتل بشه ولی اسرارش فاش نشه؟
بهروز جاوید تهرانی هم در اینستاگرام خودش نوشت: هر بار که خبر یک همسرکشی از سوی مرد یا زنی رو میشنوم از خودم میپرسم اگر خروج از رابطه با قوانین طلاق یا مهریه سخت نشده بود باز همین قتل اتفاق میافتاد. اخیراً و در پخش زنده مراسمی مذهبی به مناسبت تولد حسن ابن علی امام دوم شیعیان در شبکه پنجم سیمای جمهوری اسلامی، احمد قدمی از مداحان رسمی حکومت کلمات توهین‌آمیزی درباره خلفای اهل سنت و عایشه همسر پیامبر اسلام به زبان آورد. این موضوع حساسیت برانگیز شد تا جایی که حتی به موضع‌گیری یک نماینده مجلس و برکناری مدیر شبکه پنج و احضار مداح هتاک انجامید. توهین به مقدسات اهل سنت در این کشور تا کی قرار انجام بشه؟ بی حرمتی به ناموس پیغمبر، به صحابه رسول الله کی قرار متوقف بشه در یک کشور اسلامی؟ برادران عزیز، چرا باید صدا و سیمایی که از پول این مملکت، از مالیات این مملکت، از پول نفت این مملکت استفاده میکنه اجازه داشته باشه بر وحدت این مملکت تیشه بریشه این وحدت بزنه؟ چرا باید به مقدسات اهل سنت و بیش از 1,400,000,000 مسلمان جهان توهین بشه؟ بعد از این اتفاق‌ها بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از وجود تبعیض گسترده علیه اقلیت‌های دینی و مذهبی چون ایرانیان سنی مذهب به شدت انتقاد کردند و موضوع رو فراتر از یک مداحی پرحاشیه و توهین‌آمیز دونستند. عثمان مزین که ظاهراً خودش هم سنی مذهبه در فیسبوکش نوشت: در کشوری که با چاپ مکرر و توزیع سیستماتیک برخی کتاب‌ها انواع توهین‌ها نسبت به عقاید اهل سنت بیان میشه و اهل تسنن از داشتن حتی یک مسجد برای برگزاری نماز محرومن، این مداحی فقط یکی از موارد عدیده توهین و بی‌احترامی به اهل تسننه. داوود باقرزاده هم در توییترش نوشت: چرا اینقدر به مداحان بها میدید که روزی در برنامه زنده تلویزیونی آبروی شما رو بریزن؟ یک روحانی به نام کاظم موسوی تهرانی هم توییت کرد: با اخراج و توبیخ هرگز تخم لق تکفیر در تفکر مداحیسم نمیخشکه. مقابله با رویکرد تکفیری باید از محافل حاجها و کربلایی ها شروع بشه. آخوند و مداح تکفیری دو لبه خنجر تفرقه هستند. احسان رمضان‌زاده هم در اینستاگرام خودش درباره برکناری مدیر شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی بعد از حتی که یک مداح نوشت که با برکناری اون مخالفه، چون یک مداح وسط برنامه زنده تلویزیونی توهین کرده و مدیر شبکه به تعبیر او تقصیری نداره. مداح مثل مجری و تهیه کننده و سردبیر قرارداد و رابطه استخدامی با سازمان صدا و سیما نداره، اینطور که این کاربر نوشته، و مدیر شبکه چه کار باید می‌کرده که نکرده. کوروش ریسرچر هم توییت کرد: بازداشت مداحی که به خلفای راشدین توییت کرده بود تنها یک نمایش فریبکارانه از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در بنیاد یک حکومت ضد اهل تسننه به تعبیر این کاربر، و سالهاست علیه اونها تبعیض روا می‌داره. حسن فرشتیان، دینپژوه و کارشناس مسائل دینی، به وظایف حاکمیت برای رفع زمینه‌های تبعیض اشاره می‌کنه. قبل از انقلاب اگر چنین حادثه اتفاق می افتاد شاید خیلی ربطی به اقلیت و اکثریت جامعه نداشت و انتظاری از حکومت نمی رفت، یعنی اقلیت اکثریتی بود که در بین مردم بود. اما امروز طبیعتاً این انتظار از حکومت میره به عنوان یک حکومت شیعی که یعنی در حقیقت اکثریت جامعه یعنی شیعیان قدرت رو به دست گرفتن، این انتظار میره که حق اقلیت هم رعایت بشه. همچنان که ما امروز به عنوان شیعیان معتقدیم هنگامی که حقوق اقلیت شیعه در یک کشور اهل تسنن مورد اجحاف قرار میگیره، معترض میشیم چرا اونها از حق آزادی تعالیم مذهبی و سایر حقوق برابر با اهل تسنن که اکثریت در فلان کشور هستند برخوردار نیستند. طبیعتاً همین قضیه در مورد اهل تسنن در ایران هم حاکمه، چون اونها امروز اقلیت هستند و ما شیعیان قدرت رو به دست داریم و حتی متاسفانه در پایتخت ایران اینها دارای مسجد نیستند و خب این تبعیضی است. در بسیاری از موارد من عرض میکنم برخی از این تبعیض‌های تاریخی است، یعنی یه تبعیض‌های فرهنگی است که در فرهنگ ما رسوخ کرده. متاسفانه در ذهن ما شیعیان یا در برخی از کشورهای سنی نشین در ذهنمون اکثریت اهل تسنن نسبت به اقلیت شیعه اینها رسوخ کرده، یعنی اینها امور فرهنگی سابقه دار تاریخی است. اما حکومت
کاری که باید انجام بده و انجام نمیده رفع تبعیضه، و در مواردی که میتونه و موظفه که با اونها برخورد یکسانی به عنوان یک شهروند درجه یک همسان با شیعیان داشته باشه. در اینجاها حکومت به نظر من موظفه که برخورد یکسان داشته باشه و در اینجاها حکومت کوتاهی میکنه و این تبعیض تاریخی اونها نه تنها کمکی نمیشه رفع بشه، بلکه در قضایایی مثل مداهی اینها به نام حکومت هم نوشته میشه، هرچند ممکن اصلا حکومت تمایلی به چنین کاری نداره، معذرت خواهی هم بکنه، ولی چون اون تبعیض ها وجود داره به نام حکومت نوشته میشه و طبیعتا حکومت در این زمینه کاملا مسئولیه و مسئولیت تاریخی داره که باید این تبعیض ها رو نه تنها مرتفع کنه، بلکه باید به سمت حقوق انسانی برابر بین همه شهروندان شیعه و سنی برسونه. همراه با مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی کردیم به یکی دو موضوع انتخاب شده که در روزنامه‌های ایران بازتاب داشتن. مهتاب، ماجرای ادامه تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی خب این هفته در شبکه‌های اجتماعی مثل یکی دو هفته اخیر خیلی بازتاب داشته. حرفای آقای ترامپ که گفته ما به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستیم، دنبال تغییر رفتاریم، و از اون طرف حرفای آقای روحانی که گفته که مردم سفره‌هاشون کوچک شده اما همچنان به نظام علاقه دارن و وفادارن. این بازتابی داشته این حرفای آقای روحانی؟ ببین بنیامین، این بخش از صحبت‌های حسن روحانی که تو اشاره کردی در بخش‌های قبلی برنامه هم دیدیم، من روزنامه‌ای رو پیدا نکردم که بهش پرداخته باشه، اما روزنامه‌هایی به بخش‌های دیگری از صحبت‌های آقای روحانی پرداختن که من برای مثال روزنامه دولتی ایران رو انتخاب کردم که در مطلبی کوتاه اون بخش از سخنان حسن روحانی رو آورده که گفته مردم علی‌رغم تمام تحریم‌ها و مشکلات زیادی که دارن همچنان ایستادگی می‌کنن و سر تعظیم فرود نیاوردن. روزنامه خراسان هم توجه همو جلب کرد، بخش دیگری از سخنان حسن روحانی رو آورده و یه بخشی رو تیتر کرده از سخنان او که گفته قطعاً از رنج و مشکلات مردم خبر دارم. به نقل از او نوشته اعضای دولت 11 و 12 همواره در میان مردم هستند، مشکلاتشون رو از نزدیک میبینند و میشنوند. بعد در ادامه باز به نقل از حسن روحانی نوشته که طوری سخن بگویید که مردم احساس کنند اونها رو درک میکنید. معلوم نیست مخاطب این بخش از سخنان حسن روحانی کی بوده، به خاطر اینکه همونطور که تو گفتی سخنان هفته پیش خود او بود که خیلی واکنش برانگیز بود و انتقادهای زیادی رو به دنبال داشت. در واقع مردم خب در سختی زندگی میکنن اما مهم اینه که دشمن چه فکر میکنه به تعبیر آقای روحانی، و همچنان به نظام پای نظام ایستادن و ایستادگی میکنن. درست. ماجرای بعدی که خیلی مناقشه برانگیز شد این ماجرای در واقع مداهی پرحاشیه‌ای بود که در شبکه 5 سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که ظاهراً اهل سنت توهین شده به مقدسات اهل سنت آنچنان که در خبرها اومده بود و حتی باعث تغییر مدیر شبکه 5 شد. روزنامه ها به این نگاهی کردن؟ آره، چند تا از روزنامه ها پرداختن. مثلا روزنامه صدای اصلاحات بخشی از سخنان مسعود پزشکیان نماینده مجلس رو تیتر کرد که گفت توهین به مذاهب سم است. بعد نوشته این روزنامه که در جلسه علنی روز شنبه مجلس شهاب نادری عضو فراکسیون اهل تسنن به اعتراض گفته که صدا و سیما قرار بود دانشگاه باشه اما امروز میبینیم که به مقدسات اهل تسنن توهین میکنه. روزنامه مردم سالاری هم پیام عذرخواهی مرتضی میرباقری معاون سیمای جمهوری اسلامی رو بازتاب داده که او از اهل شهروندان اهل تسنن عذرخواهی کرده بود، و همزمان نوشته که محمود رضوی تهیه کننده سینما و تلویزیون برکناری مدیر شبکه 5 رو عجیب دونسته، به نوعی از او دفاع کرده و گفته که این برنامه پخش زنده بوده. خب مدیر شبکه 5 چی کار بکنه به هر حال، ولی میدونیم توی همه رسانه ها اون چه که از رسانه چون موضوع بسیار حساسیت برانگیز بود این تصمیم رو ظاهرا گرفتن. خیلی ممنونم، لطف کردیم. بخش
برخی شهروند خبرنگارها این هفته هم فایل های تصویری خودشون رو با کمک شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها درباره موضوعات مختلف با ما و شما به اشتراک گذاشتن. اوایل این هفته خبری اومد مبنی بر اینکه مراجع قضایی با حضور برخی خوانندگان و موزیسین های خیابانی مثل نغمه مرادآبادی در شبکه های اجتماعی برخورد کردند و صفحه های شبکه های اجتماعی اونها رو بستن. خانم مرادآبادی مدتی قبل در برخی خیابان های تهران به همراه گروهی دیگر از نوازندگان جوان موسیقی خیابانی اجرا میکرد که صحنه های از اون رو میبینیم. در اینجا اما تصاویری می‌بینیم از آوارگی و بی‌خانمانی یک شهروند در خیابان پاستور تهران که به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره بهای مسکن صاحب خانه وسایل زندگی او رو به خیابون ریخته. بدبختی و بیچارگی این بدتر؟ باید بیان اساسشو بریزن وسط خیابون پاستور، اول خیابون پاستور؟ مستجره، بدبخته، چه کار کنه؟ ویدیویی هم داریم از برخورد با دانشجویان در مشهد به اتهام خوردن غذا در ماه رمضان و فرار اونها. اینجا مشهد دانشگاه آزاد، دانشجو الان دارن فرار میکنن از طبقه بالای یه رستورانی به خاطر اینکه پلیس اومده اینجا و داره همجا رو پلم میکنه و دانشجوهایی که دارن غذا میخورن و بازداشت میکنن. ویدا موحد اولین دختر خیابان انقلاب که دو بار به حجاب اجباری در خیابان و میدان انقلاب اعتراض کرده بود این هفته پس از ماها بازداشت آزاد شد و در فایلی ویدیویی که وکیل او منتشر کرد از کسانی که برای آزادی او تلاش کردند قدردانی کرد. با سلام به همه دوستان، بخواستم تشکر بکنم از کسایی که توی این مدت پیگیر حال من بودن و تمام مسئولین که کمک کردن مشکل حال من حل بشه. شما هم میتونید ویدیوهای دلخواه و البته افقی خودتون رو برای ما به نشانی @فرداگرام بفرستید. این هفته خبر رسید که دریا صفایی یک زن ایرانی بلژیکی که بانی کارزار زنان ایرانی را به ورزشگاه ها راه دهید هم هست تونست نماینده پارلمان بلژیک بشه. در اینجا و در پایان این فرداگرام نگاهی کوتاه داریم به زندگی اجتماعی این فعال حقوق زنان ایران. ممنون از اینکه با من و این فرداگرام همراه بودید. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.